بینندگان امروز همه جا سوال اینه در ایران چه خواهد شد چه باید کرد من به هر جایی که میرم کسانی که منو میشناسن از من سوال میکنند چه خواهد شد و چه باید انجام داد خو خب این سوالی است که همه ما از خودمون میکنیم من مدت های طولانی است از خودم سوال میکنم که در ایران چه خواهد شد و امروز هر روز دیگه بیشتر این سوال مطرح سعی می کنم امروز در این مورد صحبتی داشته باشم ولی اجازه بدید ابتدا مروری بکنیم به اتفاقات گذشته ایران به تاریخ جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و می خوام چندین خاطرات خودمو خاطره خودمو که خودم شاهد بودم براتون امروز تعریف بکنم بیاد دارم اولین سفری رو که به پاریس داشتم برای مصاحبه با آقای خمینی خمینی در پاریس از عدالت اجتماعی و آزادی مستضعفان صحبت می کرد او می گفت مستضعفینی که در بیغوله های جنوب شهر تهران زندگی می کنند مورد حمایت او قرار دارند او صحبت از فساد دربار پادشاهی میکرد و صحبت از غارت میکرد. این آقای خمینی میگفت. خمینی در پاریس صحبت از اون میکرد که نان بر سر سفره مردم خواهد آورد خومینی در پاریس از این صحبت میکرد که سخفی برای مردم مستضعف و بی غول نشین خواهد ساخت این صحبت است که خمینی در پاریس در مسابقه که باش انجام میدادم برای مطبوعات آلمان به من گفته بود خمینی چنین قول داد که به قوم خواهد رفت و در امور مملکت داری دخالت نخواهد کرد بیاد دارم هر باری که به پاریس می رفتم من سه بار به پاریس رفتم و سه بار با خمینی مصاحبه کردم بیاد دارم هر باری که به پاریس می رفتم اده زیادی از روشنفکران ایرانی و تحصیل کردگان ایرانی از سراسر اروپا به دیدار خمینی می آمدن خمینی همین قول ها رو به اونها می داد و عده زیادی را مجذوب خودش کرده بود در آن زمان در تلویزیون آلمان یک برنامه بحث سیاسی وجود داشت در روزهای یک شنبه ساعت دوازده ظهر و هنوزم چنین برنامه وجود داره ولی برنامه مهمترین و معتبرترین برنامه سیاسی آلمان در کانال یک آلمان روز یک شنبه ساعت دوازده بود و من اغلب به عنوان خبرنگار دعوت می شدم در این بحثا مجری برنامه یک شخصیت بسیار معتبر آلمانی به نام ورنر هوفر بود ورنر هوفر یک شخصیت ای. در یکی از این گفتگوهای تلویزیونی که در رابطه با مسائل ایران و اتفاقات ایران بود مجری برنامه آقای ورنر هوفر از من سؤالی کرد به من چنین گفت، از من چنین پرسید چطور شما تحصیل کرده های ایرانی و روشنفکران ایرانی میتونید به آخوندی اعتماد بکنید آخوندی که میخواد در ایران حکومت الهی رو به وجود بیاره این سوالی بود که ورنهوفر در میز گرد از من کرد خب در اون زمان جواب من این بود هر کشوری را که بیعدالتی بگیره فقر بگیره و میلیون ها دهقان در حاشیه شهرها باشند در واقع اینا روزی توقیان خواهند کرد گرسنگان توقیان خواهند کرد قیام خواهند کرد و جلوی قیام اونها رو هیچ کس نمیتونه بگیره و من چنین مطرح کردم یک دومل چرکینی که وجود داره این دومل روزی منفجر خواهد شد و هیچ قدرتی و هیچ نیروی نظامی نخواهد توانست جلوی این انفجار رو بگیره خوب آن روز مردم به رهبری اعتماد کرده بودند که اون روحانی می دونستند اونو آدم پاک و منزه میدونستن نمیدونستند این شخص یک شیادی بیش نیست و موقعی که به ایران برگرده در واقع چهره واقعی خودشو نشون خواهد داد بزرگترین ضربه ای که در اون زمان به روشنفکران و تحصیل کرده ایرانی زدی شد زمانی بود که خمینی در تهران چنین گفت من تو دهن دولت میزنم این صحبتی بود که خمینی به مجردی که وارد ایران شد مطرح کرد یعنی همون زمان باید همه میدونستن چه راهی را خمینی داره میره خب ادده زیادی توجه نکردن خمینی برای تحکیم سلطه روحانیون و دور کردن نیروهای سکولار سکولار انقلابی از حکومت جمهوری اسلامی در واقع دستور اشغال سفارت آمریکا را در نوامبر 1979 داد من در اواخر فوریه 1980 در سفارت آمریکا در تهران با اسخرزاده کسی که خودش را نماینده دانشیان خط امام معرفی میکرد با اون مصاحبه کردم از اتاق فرمان میخوام اول در واقع تصویر مجله اشبیگل رو نشون بدن و بعدا تصویر من با آقای اصغرزاده رو این مجله اشپیگله من در اون زمان برای مجله اشپیگل با اصغرزاده در سفارت آمریکا مصاحبه میکردم و خواهش میکنم تصویر من با آقای بله اینم تصویر من با آقای اصغرزاده که خودش نماینده دانشیان خط ایمان معرفی میکرد در این مصاحبه اسخرزاده با شفافی کامل چنین گفت او گفت تمام تصمیمات رو برای اشغال سفارت آمریکا رو شخص خمینی گرفته اینا از خارزاده گفت و این سند امروز وجود داره میتونین به اشویگل آن زمان یعنی 3 مارس 1980 رجوع بکنید 3 مارس 1980 و این مصاحبه را مطالعه بکنید من در همون شماره مجله اشمیگل از 3 مارس 1980 مصاحبه با ابوالحسن برینصد رئیس جمهور آن زمان ایران داشتم بنی صدرم در این مصاحبهش تایید کرد که در واقع این خمینی بوده که تصمیم گرفته و هر نوع رای حلی که برای گروگانها بخواد انجام بشه باید با پذیرش خمینی باشه این آقای بنی صدر گفت و این هم سندی است که امروز در مجله بیگل در اون شماره 3 مارچ 1980 میشه اونو بهش رجوع کرد هدف خمینی در دشمنی کور بر علیه آمریکا و اشغال سفارت آمریکا بیرون راندن نیروهای سکولار از بدنه حکومت جمهوری اسلامی و ثبات و تثبیت سلطه روحانیت در ایران بود در این مورد شکی امروز وجود نداره منافع مردم ایران برای خمینی پشیزی ارزش نداشت. او حاضر بود برای اسلامش و آبیاری درخت اسلامش صدها هزار و میلیون ها ایرانی رو قربانی بکنه. صدها هزار از جوانان ایران در جنگ ایران و عراق کشته شدند ولی خمینی به مدت هشت سال این جنگ را طولانی کرد. توجه بکنید به این مطلبی که اکنون به شما میگم من در سال 1991 جنگ آمریکا بر علیه صدام حسین جنگ 1991 برای تلویزیون آلمان و مجله اشترن آلمان در بغداد گزارش تهیه میکردم من در بغداد با یک ژنرال ارتش عراق آشنا شدم خواهش میکنم تصویر تصویری رو از اتاق فرمان میخوام که در واقع تصویر منو در بغداد نشون بدن این در واقع تاییدی است بر صحبت من من گزارشگر تلویزیون آلمان بودم و اون زمان از بغداد گزارش میادم روزی در هتل الرشید در بغداد با یک جنرال عراقی آشنا شدم داستانی رو برام تعریف کرد که در واقع لرزه به اندام من انداخت به بدن من انداخت و این نشون میداد که چه جنایتکاری در ایران حکومت میکنه آقای خمینی این جنرال به من چنین تعریف کرد گفت در یک روزی که او فرمانده یک نیروی سپاه ارتش عراق در یک تپه استراتژیک بود حمله جوانان ایران به این حمله استراتژیک شروع شد و این جنرال عراقی به من گفت که ارتش ما و توپخانه عراق تمام تپه را زیر کنترل خودش داشت و این جنرال چنین به من گفت موج به موج جوانان ایرانی از پای تپه به مواضع ما حمله می و ما آنها را با توپخانه و مسلسلهای سنگین خودمون درو می کردیم صدها کشته به جای گذاشته بودند ایرانی صدها جوانان ایرانی در خون خودشون می ولی موج بعد هم بعدی حمله میآمد. او چنین گفت که موج بعدی از روی اشتاد جوانان ایرانی دوباره حمله بعدی را انجام میداد و این ژنرال عراقی به من چنین مطرح کرد گفت در این حملاتی که در واقع ایرانیا با ما کردن در یک روز بیش از چند هزار جوان ایرانی در این تپه به قتل رسید و خون جاری شده بود در روی تپه خون جاری شده بود این جنرال به من گفت از دیدن این صحنه ها در واقع مریض روحی شده بوده مریض روانی شده و دیگه نمیتونست فرماندهی یک جبهه را به عهده داشته باشه از ارتش عراق میخواد که ماموریت او را خاتمه بدن بینندگان این آن چیزی است که این ژنرال عراقی در رابطه با جنایت خمینی و صدها هزار جوانی که در جنگ کشته شدند به من تعریف کرد گرچه خمینی مجبور شد آتش را بپذیره و جام زر را بنوشه ولی او با این اقدامش در جنگ ایران و عراق جنایتکارترین جنای روحانیت و سپاه پاسداران را بر گرده مردم ایران سوار کرد شیادی که با ابزار مذهب توانسته بود میلیون ها جوان بیگنا را برای اهداف پلید خودش گوشت دم توپ بکنه اما خمینی آن چیزی را که در پاریس قول میداد هرگز نتونست انجام بده خمینی نون سر سفره مردم نبرد و نتوانست ببرد خمینی نتوانست برای مردم سخفی بسازه برای مستضعفینی که او از اونها حمایت می کرد او نه تنها تمام آزادی های سیاسی رو از بین برد و پایمال کرد حتی آزادی های فردی که حق طبیعی هر انسانی طبق منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد از سال 1948 است اون منشور را به نام اسلام در واقع نابود کرد حق آزادی فردی رو در ایران نابود کرد در اردیبهشت سال 1366 برادرم دکتر احمد دانش زندانی سیاسی رژیم خمینی از زندان اوین نامه ای را به خارج فرستاد و از جنایات هولناک دشخیمان رژیم خمینی در شکنجگاه ها پرده برداشت در بخشی از نامه دکتر احمد دانش چنین می نویسه من نقل قول می کنم انسان هایی که صدای خشخش خزیدن پیکر علیل آنها را شنیده و زیر و زیر چشپندم دیدم که چون در اثر شکنجه قادر به راه رفتن نبودند بر روی باسن خود می خزیدند من با دیدن این صحنه ها با خود فکر می کردم این کیست خودم جواب می دادم مهم نیست که اسمش چی باشه و عقیده اش کدام است این دیگر یک فرد و یک انسان نیست همه انسانیت و همه بشریت است که چنین زلیل و بیچاره بر روی زمین میخزه این بخش کوچکی از یک نامه پانزه صفحه است که از جنایت هولناک رژیم در زندان اوین صحبت میکنه این نامه است که در سال 1366 برادرم به خارج از زندان منتقل کرد دشقیمان دشقیمان رژیم ابراهیم رئیسی ها و حاجی ناصری ها او را در دادگاه های تفتیش عقاید خمینی به اعدام محکوم کردند و با هزاران دگرندیش دیگر در کشتار جمعی سال 1367 به قتل رسوندن وظیفه خودم همیشه می دونستم از این جنایت هولناک از این جنایت هولناک رژیم پرده برداری بکنم پرده بردارم هنوز خمینی زنده بود در اروپا مخالفین را تیم های قاتلین رژیم رژیم خمینی در خیابانهای پاریس لندن هامبورگ و لندن و برلین به قتر میرسوندند و های اروپایی و حتی دولت آلمان در واقع به طریقی با دولت ایران همکاری می‌کردند، با رژیم خمینی همکاری میکردند و می کردن. مماشات میکردند ترهی رو برای روی جلد مجله اشترن آلمان با تیراژ بیش از ۱ میلیون نسخه پیشنهاد به مجله اشترن آلمان کردم من از اتاق فرمان میخوام که در واقع این طرح نشون بدن طرح مجله اشترن آلمان رو نشون بدن ببینین این طرحی است که من به مجله اشترن آلمان پیشنهاد کردم در جمع امامه خمینی شما جمجمه های هزارها نفر ایرانی رو میبینین که رژیم جمهوری اسلامی به قتل رسونده بود این طرح در سال 1989 28 سال پیش توسط من در روی مجله اشترن آلمان در واقع منتشر شد در همان شماره مجله اشترن از 2 مارچ 1989 در واقع من در روی مجله اشترن چنین نوشتم که اثر بزرگ قتل های جمعی در ایران یعنی خمینی در واقع کسی بوده که های دست جمعی را در ایران دستور داده و در همون در واقع در همون شماره اشتر من اشاره کردم به قطرهای 1367 ده ها هزار دگرندیشی که در زندان های ایران به قتل رسیدند و اشاره کردم به قتل برادر خودم دکتر احمد دانش و هنوز چند ساعتی از این انتشار مجله اشتر نگذاشته بود که موج تهدیدهای مرگ برای من توسط عناصر تیمهای قتل خمینی که در اروپا در اون زمان بسیار فعال بودند شروع شد من تحت محافظت پلیس آلمان قرار گرفتم امروز با آمدن آقای خامنه ای به عنوان ولایت فقیه مطلقه رژیم هر روز وقیتر شده سرکوبتر شده و سبوعیت بیشتری بر علیه مردم ایران به کار گرفته اونها کودتای سال 1388 رو به دستور شخص خامنه ای انجام دادند مردم رو در خیابان ها به قتل رسوندند شکنجه کردند تجاوز به دختران و پسران جوان در سیاچال های رژیم کردند و اونها رو اعدام کردند به این امید که برای ابد سکوت قبرستانی رو مسلط بکنند در ایران رژیم الگویی از کره شمالی میخواست در ایران پیاده بکنه میخواست قدرت اتمی بشه و نظام هزار ساله خودش رو بکنه از نظام هزار ساله صحبت میکرد خافل از اینکه مردم ایران مردم کره شمالی نیستند مردم ایران مقاومت خواهند کرد حاکمین جمهوری اسلامی چنان سرگرم غارت و چپاول صدها میلیارد ثروتهای مردم ایران شدند غافل از اینکه با رو بودن ثروتهای مردم تیشه به ریشه خود حکومت خودشون میزنند یعنی اقتصاد ایرانو نابود میکنند آنها غافل بودند که تحریمهای جهانی اقتصاد ایران را در مسیر فروپاشی قرار داده اونا فراموش کردند که زنگ خطری به صدا درآمده و این سنگ خطر را نشنیده گرفتند حاشیه شهرهای ایران تبدیل به در واقع 22 میلیون ساکنینی شد که در فقر مطلق زندگی می کردن. رژیم غافل شده بود که در همین محله ها نطفه های قیام گرسنگان بسته خواهد شد و اونها قیام خواهند کرد و امروز قیام کردند. در این مورد شکی نیست که این قیام پیروز خواهد شد مردم ایران پیروز خواهند شد و رژیم جمهوری اسلامی ساقط خواهد شد در این مورد هیچ چکی وجود نداره من در این مورد در هفته های پیشم صحبت کردم ولی باید به یک مطلب دیگری هم اشاره بکنیم مردم ایران باید مواظب باشند که جنبش مردمی اونها منحرف نشه هر مرج به هر جمرج که جیده نشه و آتشی که داره بر علیه نظام جمهوری اسلامی روشن میشه این تمام ایران را نسوزونه مردم ایران باید تشکل سیاسی خودشون رو به وجود بیارن و رهبری این جنبش رو به دست بگیرن بدون رهبری جنبش هر نوع جنبشی در جهان فرق نمیکنه چه در ایران باشه و در چه در نقاط دیگر جهان باشه با شکست روبرو خواهد شد من خواستم از مردم ایران و جوانان اینه که تشکل سیاسی خودشونو هر چه زودتر به وجود بیارن و رهبری جنبش رو به دست بگیرن و از منحرف شدن جنبش به سوی هرج و و جنگ داخلی بگیرن که هر و مرج و جنگ داخلی یعنی نابودی ایران هرج و مرج و جنگ داخلی میتونه باعث آتش عظیم بشه که ایرانو خواهد سوزاند چکی ندارم که مردم پیروز خواهند شد به سوی پیروزی برن... قدرت غیرقابل کنترل همیشه فساد میاره و قدرت مطلق فساد مطلق و به بار میاره در این مورد شکی وجود نداره امروز بر اساس ولایت مطلقه فقیه در ایران در واقع فساد مطلق به وجود آمده حتی رئیس جمهور نظام جمهوری اسلامی آقای روحانی اعتراف به این فساد مطلق میکنیم حسن روحانی میگه والله بلا اگر صدها دستگاه مبارزه با فساد درست کنیم اگه دهها دادگاه با فساد مبارزه کنند نمیتوانیم فساد را ریشکن کنیم اینو رئیس جمهور نظام جمهوری اسلامی میگه در واقع این اعترافات حسن روحانی نشان دهنده اونه که فساد حکومتی اساس نظام جمهوری اسلامی را مانند موریانه جویده این ساختار چنون متزلزل شده که با زلزله چند ریشتری هم میتونه فروپاشی بکنه شارل مونتسکیو حقوقدان و تئوری پرداز فرانسوی و فیلسوف سیاسی فرانسه که در قرن 17 و 18 زندگی میکرد تئوری مهارت قدرت را توسط قدرت مطرح کرد مهارت قدرت توسط قدرت مونتسکیو میگفت که اولین قدمی رو که باید برداریم کنترل قدرت سیاسی است یعنی تفکیک قوای سگانه از همه در واقع تفکیک قوای سگانه پایه و اساس هر نظام دموکراتیک هر دموکراسی است در نظام جمهوری اسلامی اصل مرکزی قانون اساسی بند ولایت فقیه انحصار قدرت در اختیار یک شخص قرار داره و این شخص رهبری است مانند آقای خامنه ای که ولایت مطلقه فقیه را به وجود آورده و کنترل هر سه قوه را و قوا را در اختیار خودش داره بنابراین تجمع و قدرت در یک دست قرار گرفته و همونطوری که قبلا گفتم در واقع قدرت مطلق فساد مطلق رو به وجود میاره به همراه داره حسن روحانی مبارزه با این فساد را نمیبینه او ناامید از مبارزه با این فساد مطلقه حسن روحانی رئیس جمهور ایران چنین میگه ما را باید در اتاق شیشه ای قرار دهند نورفکن ها را رو روی ما روشن کنند تا مردم عملیات ما را کنترل و زیر نظارت داشته باشند این صحبت های اولین شخص قدرتمند کشور ایرانه در واقع دومی شخص قدرتمند کشور ایران بعد از خامنه ایست این سیستم مطلقه و فساد ساختار شکن شخص آیت الله خامنه ای بود خمینی بود او بود که خواهان ولایت فقیه بود او بود که هنوز چند ماهی به ایران وارد نشده بود و تفکیک قوا و استقلال سه قوه را به کلی تخریب کرد این خمینی بود که می گفت من تو دهنی به دولت میزنم من تو دهن دولت میزنم زنم اینو خمینی می گفت و جانشین او خامنه ای قدم بزرگتری را برای هژمونی مطلق رژیم بر مردم برداشت ولایت فقیه مطلقه را در واقع بر مردم تحمیل کرد عاملین خود را بر قوه قضایی مسلط کرد مهمترین وزرای دولت را او انتخاب میکنه در یک جمله دربار سلطنتی به نام بیت رهبری در ایران به وجود آورده دولتی در قلب دولت به وجود آورده افی مافیای اقتصادی را زیر عبای خودش پرورش داده افی که هزار سر داره و تمام شریان اقتصادی و سیاسی کشور را در کنترل خودش داره و هیچ قدرتی و دستگاهی قادر نیست به این هیولا در واقع این حیولا را مهار بکنه حتی شخص خود خمینی که بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی است چند سالی بعد از سرمستی از پیروزی خودش از این حیولایی که خودش به وجود آورده بود به وحشت افتاد. هنوز سه سالی از پیروزی انقلاب نگذاشته بود که خمینی به باطن و ذات مسئولین امروزی مانند افرادی مانند آقای خامنه ای روحانیت فاسد قم احمدی احمد جنتی ها احمد خاتمی ها علم خدا ها مکارم شیرازی ها صادق راریجانی ها و دیگران پی برده بود به باطن و ذات اینها پی برده بود خمینی در شیش خرداد 1360 به این افراد چنین هشدار داد که رفتار آنها میتونه انقلاب بسیار بزرگتر از انقلاب 22 بهمن 1357 را باعث بشه و مردم فاتحه کل روحانیت و اسلام را خواهند خواند اینا خمینی گفت خمینی به اینها چنین هشدار داد و گفت باید ملاحظه مردم زاغنشینی رو بکنید که شما را به قدرت رساندند خمینی چنین افزود اگه مردم باطن و ذات شما را دریابند فاتحه همه ما را خواهند خواند توجه بکنید فاتحه همه ما را خواهند خواند خمینی در همان زمان از ذات و باطن این جنایتکارانه به اصطلاح اسلامی آگاه بود یعنی در واقع پایگذار جمهوری اسلامی این مطالب رو مطرح کرد من امروز فیلمی رو تهیه کرده بودم که به شما درباره یک نماز جمعه ای که آقای خامنه ای سخنرانی میکرد نشون بدم ولی متاسفانه این فیلم در اختیار نیست ولی کوتاه میگم در آن زمان آقای خامنه ای از مستضعفین و حقوق مردم صحبت میکرد در اون فیلم شخصی که در سی سال سی و پنج سال پیش از حقوق مردم گرسنه صحبت میکرد، امروز خودش تبدیل به حیولایی شده که برای حفظ نظام فرعونی خودش دستور کشتار مردم میده و مردم را جیره خار بیگارگان معرفی میکنه. خطاب به نظام، نیروهای نظامی و نیروهای امنیتی چند روز پیش در رابطه با جنبش مردمی چنین میگه توجه بکنید او میگه این جنبش بدان معنا نیست که ما یک سال رفوزه بشیم این جنبش بدان معناست که ما سقوط بکنیم یعنی نظام ما سقوط بکنه واقعیت هم همینی که آقای خامنه ای میگه نظام جمهوری اسلامی در مسیر فروپاشی قرار گرفته رژیم قدرت مانور اقتصادی و سیاسی برای بهبود اوضاع شکننده اقتصادی را به هیچ وجه نداره بیش از هفتاد درصد مردم ایران جوانان کمتر از سی سال هستند سالانه طبق آمار خود رژیم یک میلیون و دویست هزار نفر نیروی کار جدید به بازار کار وارد میشه رژیم قادر نیست این جوانان را جذب بازار کار بکنه طبق آمار خود رژیم جمهوری اسلامی 33 درصد جوانان پایین تر از 25 سال بیکار هستند 33 درصد کمیته بودجه مجلس شورای اسلامی در سال 2014 یعنی چهار سال پیش اعتراف کرده بود که 15 میلیون ایرانی در فقر مطلق زندگی می کنند. اما بانک مرکزی ایران در آخرین آمار خودش میگه که نیمی از خانواده ها در شهرها در فقر زندگی میکنند اگه به این مطلب اشاره بکنیم که هفتاد درصد مردم ایران در شهرها زندگی میکنند در واقع شست میلیون مردم ایران در شهرها و شهرهای بزرگ ایران زندگی میکنند و طبق همین آمار بانک مرکزی بنابراین سی میلیون آنها در سیر خط فقر و نیمی از آنها در فقر مطلق زندگی میکنند این آن لشکر عظیم گرسنگان است که در حاشیه شهرهای ایران تجمع کرده حاشیه شهرهای ایران تبدیل به سنگر این پتانسیال حرکت عظیم مردمی بر علیه دیکتاتوری نظام ولایت مطلقه است زمانی که مرکز آمار رژیم گزارش میده که 33 درصد جوانان پایین تر از 25 سال بیکار هستند این بدین معناست که بیش از 10 میلیون جوانان در سطح دیپلم و تحصیلات دانشگاهی بیکار هستند و هیچ گونه روزنه امیدی و اعتمادی به نظام جمهوری اسلامی ندارند برای ایجاد یک میلیون و دویست هزار شغل جدید سالانه رژیم به احتیاج رژیم به احتیاج به رشد اقتصادی بالد بالای دوازده درصد داره رژیم باید رشد اقتصادی بالای دوازده درصد داشته باشه که بتونه یک میلیون و دویست هزار شغل جدید ایجاد بکنه رژیم احتیاج به صدها میلیارد دلار سرمایه گذاری داخلی و خارجی داره. زمانی که نیمی از اقتصاد ایران در کنترل سپاه پاسداران و در انحصار سپاه پاسدارانه، زمانی که آخوندهای درباری انحصار واردات را در اختیار خودشون دارند و تیشه به ریشه تولیدات داخلی زدند، زمانی که سالانه فقط سپاه پاسداران چهل میلیارد دلار کارای قاچاق کالای قاچاق وارد ایران میکنه این طبیعی که نه سرمایهداران خارجی و نه سرمایه داران ایرانی آمادگی داشته باشند که در ایران سرمایه گذاری بکنند بعد از توافق اتمی در سال 2015 امید رژیم به سرمایه های خارجی بود مسئولین برای جذب سرمایه خارجی امتیاز زیادی را به شرکت های خارجی پیشنهاد کردند ولی سرمایه خارجی آماده نشد که در ایران چنین ریسکی رو بکنه و سرمایه گذاری بکنه رژیم غافل از این بود که دشمنان نظام جمهوری اسلامی و به ویژه دشمنان برجام یعنی توافق اتمی به بانک های اروپایی و آمریکایی و شرکت های اروپایی و آمریکایی اجازه معامله با ایران را نخواهند داد بلکه برعکس فشارها تشدید شد و تحریم های جدیدی اتخاذ شد و به احتمال قوی تا روز 15 ژانویه یعنی چند روز دیگه آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافق اتمی را رد خواهد کرد و تحریم های سابق را هم احیا خواهد کرد علی رالیجانی رالی جا رالی رئیس مجلس شورای اسلامی در 18 دسامبر چنین میگه در دو هفته پیش چنین میگه از رونق در اقتصاد ایران خبری نیست اینا علی لاریجانی میگه بودجه دولت کفاف اداره کشور را نمیده چه برسد به آنکه بتواند در اقتصاد بیرانق ایران تحرکی ایجاد بکنه علی لاریجانی ادامه میده که با اجرای اصل 44 قانون اساسی یعنی با فروش شرکت های دولتی دولت بودجه را تأمین میکرده و تأمین میکنه با فروش شرکت ها و دارایی های دولت دولت بودجه را تأمین میکرده و تأمین میکنه این آقای علی لاریجانی میگه او افسود دیگه چیزی برای فروختن باقی نمانده دیگه چیزی برای فروختن باقی نمانده. علی لاریجانی اعتراف به ورشکستگی دولت میکنه و چنین میگه میگه ادامه کشور با این بودجه امکان پذیر نیست بینندگان اینو شخصی میگه که به نظر من سومین قدرتمند نظام جمهوری اسلامی است بودجه عمرانی کشور هر سال کاهش بیشتری داشته بانک مرکزی ایران چند روز پیش اعتراف میکنه که بودجه پیش بینی شده در طرح بودجه 1397 به خاطر عمران 8000 میلیارد تومان نخواهد بود بلکه فقط 8000 میلیارد میلیارد تومان یعنی 2 میلیارد دلار خواهد بود بودجه ای که در طرح بودجه توسط دولت روحانی در واقع هفتاد و هزار میلیارد تومان باید باشه بانک مرکزی میگه که هشت هزار میلیارد تومان هم نخواهد بود یعنی یک دهم آنچه که در طرح بودجه آمده بنابراین با این بودجه عمرانی با این بودجه عمرانی دو میلیارد دلاری پیمانکاران زیاد دیگری ورشکست خواهند شد و به لشکر بیکارگان میلیون ها جوان جدید اضافه خواهد شد ایران در حال انفجاره رژیم هیچ طرحی را برای جلوگیری از این انفجار نداره دولت قدرت مالی و اقتصادی نداره که بتونه مانوف بکنه صندوق دولت خالی همونطوری که علی لاریجانی اعتراف میکنه لشکر گرسنگان بیکاران جوان مصمم در مقابل دستگاه حاکمه قیام بکنه و اون را سرنگون بکنه راه دیگری را نظام برای مردم ایران باقی نگذاشته و امروز در ایران نیروهای میانه رو معتدل که بتونن تعادلی در ایران به وجود بیارن دیگه وجود ندارن خشم مردم بر علیه فساد ساختاری اقتصاد رانتی و غارت غیر قابل کنترله ثروت بیکران حاکمین جمهوری اسلامی که آشکارا این ثروت را به نمایش میگذارند باعث این شده که بنزین به آتش آتشی بریزند که در حال شعله ور شدنه از طرف دیگه نظام جمهوری اسلامی داره صفوف خودش رو متح متح متحد میکنه داره صفوف خودش رو متحد میکنه مواضع اصولگران و اصلاح طلبان امروز در رابطه با جنبش مردمی و طرحهای خشونت بر علیه مردم داره روز به روز به هم نزدیک و نزدیکتر میشه خطر جنگ مسلحانه و برخورد مسلحانه را نباید هیچ زمانی نادیده گرفت من اینو تاکید میکنم خطر مسلحانه و جنگ مسلحانه و جنگ داخلی را نباید هیچ زمانی نادیده بگیریم این مطلب باعث نگرانی شدید اتحادیه اروپا از موجهای جدید آوارگان جنگی است مکرون رئیس جمهور فرانسه روز 4 ژانویه هشدار میده که کشورهای خارجی نباید آتش بیار یک جنگ داخلی در ایران باشند مکرون رئیس جمهور فرانسه از نقش آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی در رابطه با ایران انتقاد میکنه، نام میبره از عربستان سعودی و اسرائیل و آمریکا نام میبره مکرون میگه این سه کشور در خیلی از موارد هم پیمانان فرانسه هستند اما خطوط رسمی سیاست آنها چیزی است که ما را به جنگ میکشه دخالت خارجی و جنگ داخلی احتمالی در ایران برای اروپا و به ویژه آلمان سرنوشت ساز خواهد بود یک بار, یک بار در سال 2015 با حجوم میلیون‌ها آواره به اروپا اتحادیه اروپا در مسیر فروپاشی قرار گرفت فقط آلمان در سال 2015 یک میلیون و هزار آواره پذیرفت در حالی که 27 کشور دیگر اتحادیه اروپا حتی هفتاد هزار نفر آواره را نپذیرفتند مقایسه بکنید رقم یک میلیون و ششصد هزاری که آلمان پذیرفته و هفتاد هزار آواره که کشورهای 27 کشور دیگر اتحادیه اروپا پذیرفتند این روز روز 16 ژانویه 2018 روزنامه معروف فرانکفورت آلگماین سایتون فرانکفورت آلگماین سایتون بزرگترین روزنامه سرمایداری آلمانه فرانکفورت آلگماین سایتونگ در روز 16 ژانویه 2018 چند روز پیش در مقاله با این تیتر بزرگ عملیات تخلیه سری چنین می نویسه تیتر اقلیت تخلیه سری چنین می نویسه عملیات تخلیه سری چنین می نویسه می نویسه کابینه اسرائیل تصمیم به تصمیم به عملیات تخلیه سری گرفته هدف دور کردن سری آوارگان آفریقایی از اسرائیل آوارگان را میخواهند سری به کشورهای دیگه انتقال دهند حتی با توسل به زور نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که آوارگان را مهاجمی مینامه گفت آنها یک انتخاب دقیق دارند یا با ما همکاری کنند و داوطلبانه بروند و یا ما از ابزار دیگری استفاده میکنیم اینها بخشی از مقاله فرانکفورت آلگماین سایتون یعنی در واقع روزنامه ای که بزرگترین حامی اسرائیل می باشه هشدار مکرون رئیس جمهور فرانسه در اینجاست که در صورت یک جنگ احتمالی در ایران میلیون ها ایرانی آواره خواهند شد آنها به اسرائیل و عربستان سعودی نخواهند رفت آنها مرزهای اروپا را در, خ... در هم خواهند شکست و به طرف اروپا در حرکت خواهند بود بنابراین مکرون حق داره که با اسرائیل عربستان سعودی و آمریکا هشدار بده که در ایران دخالت دخالت نکنند و باعث جنگی در ایران نشند در واقع این وظیفه مردم ایران جوانان ایرانه که هیچ گونه دخالت خارجی را اجازه ندند اجازه ندند داخل خارجیان در ایران دخالت بکنند و اینو همیشه تکرار خواهم کرد زیرا دخالت خارجیان خطرات جبران ناپذیر را در ایران به وجود میاره خطرات بزرگی را برای مردم ایران به وجود میاره همکنون مردم ایران ثابت کردند که اونها بدون دخالت خارجی قادرند رژیم جمهوری اسلامی را به زانو در بیارند در واقع حرکت مردمی و جنبش مردمی در روزهای گذشته ثابت میکنه که این گفته من درسته حرکت مردمی تأییدی است بر این گفته امروز من من یک بار دیگه تاکید میکنم کسانی که چنین ادعا میکنند که نباید چنین حرفایی زده بشه روزی دیر خواهد شد باید خطری که میتونه به وجود بیاد امروز بهش اشاره کرد جنگ داخلی را اجازه ندیم هر و مرج را در داخل ایران اجازه ندیم نه تنها به نیروهای داخلی اجازه هرج ومرج و جنگ داخلی ندیم به نیروهای خارجی هم چنین اجازه ندیم که در امور داخلی ایران دخالت بکنند و باعث هرج ومرج و جنگ داخلی بشن. هرج و مرج و جنگ داخلی در ایران خطراتی را برای مردم ایران به وجود خواهد آورد که تصور ناپذیراه من اینو همیشه در سخنانم در آخر سخنانم و در نتیجهگیری از سخنانم مطرح خواهم کرد و واهمه ای از این ندارم که خیلی یا تهمت بزنند. این واقعیتی است که من در جنگ های چل سال گذشته دیدم من در افغانستان چنین دیدم در عراق با حضور خودم چنین دیدم در سوریه با حضور خودم چنین دیدم و در کشورهای دیگه چنین دیدم که جنگ داخلی و هرج و مرج باعث نابودی ملت ها و تمامی تمامیت ارضی کشورها خواهد شد هشدار باید داد امروز باید هشدار داد تا زمانی که هنوز دیر نشده برنامه من همینجا به اتمام رسیده تا برنامه آینده بدرود